سلام مجدد به برنامه پس از خبر با من احمد زبایر زاده خوش آمدید خروج هنگام نیروهای امریکایی از افغانستان عواقب ناگوار روی وضعیت کشور به جا خواهد گذاشت شما را از نهادهای مدنی و نظامیان پیشین با ابراز این مطلب میگویند که تا اکنون هیچ تضمین وجود ندارد که گروه طالبان یک جانبه عمل نکنند و به سرنوشت مردم بار دیگر بازی صورت نگیرد پس از آن امریکا ابتکار صلح افغانستان را به دست گرفت که تلاش های صلح حکومت افغانستان به نتیجه نرسید و از همین رو نماینده ویژه امریکا چندین بار با نمایندگان گروه طالب دیدار کرد و این مذاکرات هنوز هم در قطر ادامه دارد اما تا این دیدارها به توافق نهایی نرسیده است شمار از آگاهان نظامی میگویند که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد پیامدهای ناگوار روی بدتر شدن وضعیت در کشور به دنبال خواهد داشت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در صورتی که قطعات قوای مسلح افغانستان تجهیز و تکمیل نگردند برآمدنش به ضرر مردم افغانستان است همزمان با یک جا شدن گروه طالبان نگرانی های جدی وجود دارد که قوانین کشور آیا سوی این گروه عملی خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که کشور به دهه های گذشته نگردد چیزی که نهادهای جامعه مدنی بر آن تاکید می‌ورزند ما اساسا طالبا را نسبت به مسئله صلح افغانستان بسیار صادق حس نمی کنیم. طالبا هنوز حاضر نشده که دست از عملیات های تروریستی بردارد احتمال می روید که در مذاکرات قطر روی زمانبندی خروج نظامیان خارجی هم توافق شود هرچند که نگرانی از خروج شتاب زده این نظامیان از افغانستان وجود دارد اما وزارت داخله میگوید نیروهای دولتی توانایی دفاع و تامین امنیت را دارند لنی کومرغه سوسو متیز وکونه دی فویز وکونه او هوویتز وکونه د دې قابلیت لري چې د هر ډول دښمن پر وړاندې پکلکه او قاطعانه توګه مبارزه وکړي هرچند مردم از پیشرفت ها در کار گفتگوهای سل خوشبین هستند اما میگوین که این گفتگوها منجر به پایان جنگ در کشور شود وقتی که آمریکا هم مبرایان خوب از منیم. اما صورتی که طالبا برای کشور ما برای دولت ما یک تضمین بدن آمریکا می‌خواهند که از افغانستان خارج شود باید یک تضمین برای مردم افغانستان بدهد که دوباره جنگ داخلی روی کار نشه همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در دوحه طالبان در فصل سرما عملیات هایشان را شدت دادند حمله بر قلوردی 215 مایون در پایگاه نظامی شورا بهلمند حمله بر شمار از ولسوالی های سرپل، کندوز، بدخشان و تخار از مواردی اند که این گروه جنگ را شدت دادن اکنون در استودیوی پس از خبر با من محمد فاروق نعیمی، نظامی پیشین و سید فرهاد سعید فعال سیاسی است که بیشتر در این مورد با ایشان گفتشونت خواهیم داشت. خیلی خوش آمدین به بحث پس از خبر. با شما آغاز میکنیم. چقدر واقعا خروج زودنگام نیروهای خارجی از افغانستان میتونه وضعیت گذشته را بر افغانستان حاکم بسازه بسم الله الرحمن الرحیم تشکر و سپاس از همکارای تکنیکی شما و شما و آقای سعیدی که صحبت شرکت کردین به ارتباط ما فکر میکنم که ما از تجارب سابقه اگر چی کنیم نظر به اندازیم ما میمینیم که این یک مرحله نیست در زمان حکومت آقای دکتر نجیب هم قوت های شوروی از افغانستان خارج شد ولی که که اردوی او زمان تا سه سال تا بیشتر از سال بسیار قاطعانه از تمامیت عزیز شما تفاوت ره. خود را خود خود میگم داخل بل. دفاع کرده تانست مثل به طور مثالش نمونه جنگ جلال آباد بوده که از طرف پاکستان یعنی با بسیار یک تکتیک و, و قدرت نظامی خود بالای جلالباد حمله هم نکرد ولی که قاطیانه اردو او زمان دفاع, دفاع کرده ولی که ما میبینیم که در, در تکتیک دو, 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 دو هزار و سه جنگی و زمان و, حال ز... و در حال را شما یکسان میدانین؟ تکتیک فرق نکرده است او زمان در زمان دیو زمان هم جنگ های نیابتی و همچنان جنگ های چریکی بوده که بعدا به جنگ های جوابی تبدیل شده که حال همونم جنگ ها هست در جنگ کدام تغییر نام آمده در او زمان در او زمان ما در زمان در زمانی که مجاهدین به از نگاه اسلحه یا برتری بیشتر نسبت به داشتن از او خاطر که در او وقت و سکر داشتن و اون تو داشتن و سلاح بسیار پیشرفته داشتن نسبت و داشتن ولی که طالبان این ها را فیل ندارن داره و نداره فعلا دی سالو را ولی که ما میبینیم که انتقال مسئولیت که در 2013 در پنج مرحله صورت گرفتک میبینیم که در یک شرایط بسیار یعنی شدید جنگ بوده یک شرایطی بوده ولی انتقال مسئولیت انتقال مسئولیت امنیتی صورت گرفته دروصاتک تلفات یعنی نګرانیا به جا نیس نګرانیا ها به جا نیس از دې خاطر فعلاً هم اگر با خروج قوتای امریکایی از داخله افغانستان با ای مو متقین اسیمه ک اردو افغانستان فعلاً که دارای 8 کل اردو د فرقي مجهز نظامی هستند نسبت به تناسب قوتو اگر ببینیم یعنی مو تو... یعنی اردو افغانستان توانای دیپاره داره ولیکن مشکل در کجو هستک توان ما میمونیم میره فکر میکنیم ولی که در با خاطر از اینکه جنگ جنگ فعلا ما میگیم که جنگ نیابتی هست جنگ نیابتی جنگ هست که دو کشور با با بخاطر منافع که خود در کشور سیم جنگ میکنه امروز افغانستان مثلا هست جنگ نیابتی کی در افغانستان مثلا جنگ نیابتی پاکستان با کی با, هند م... کشورهای منطقه روس چین ایران کلیش در ایجا منافع استراتژیک داره امریکه کولیج ولیکنجا د افغانستان او اوسکر دسه وختي کې ختمي جنگ نیابتي شو ختم جنگ نیابتی شو چون پاکستان از مداخله دست بکشه از حمایت و تمویل طالبان دست بکشه و در ضمن دیگه کشورا دست بکشه خود به خود موضوع بین افغانستان یعنی اردو افغانستان کاملا توانمندی قدرت دفاع از داخل کشور خیلی داره سعید، شما فکر میکنید اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و زودنگام بیرون شوند چه چالش ها میتونه بر افغانستان چقدر چالش ساز بر افغانستان خواهد بود بسم الله الرحمن الرحیم با بهین از این سلام خدمت شما خدمت جناب جناب آزم نهیمی خب که دفعه وضعیت برانداز بکنیم که خود وضعیت باز گویای از است که چی چالش می باشه ما نمیخوایم که حکومت فیلی و با حکومت قبل از مجاهدین مقایسه بکنم اما چند مسئله هست شما ببینید از نگاه ملت سازی در ابدا سال گذشته کارهایی که باید میشد به وسعت نشده و, و قسم مثلا در قبل. باید میشد مثلا در حکومت قبل از حکومت مجاهدین یک از خاص بود حکومت رهبری میکرد حداقل هم صدایی و هماهنگی در داخل نظام وجود داشت فعلا متاسفانه که یک پراگندگی در داخل نظام وجود داره این یک زاویه است که در حد رهبری سیاسی متاسفانه یک صدایی وجود نداره گپ دوم در اون وقت ببینین حد اقل تیارات را که ما شما داشتیم برابری میکرد به امکانات که اردوی پاکستان داشت اما متاسفانه فعلا از دیدگاه حمایت های نظامی اوایی مکمل اردوی افغانستان وابسته است به حمایت های بیرونی و فعلا که دیده میشه شما فکر میکنه می اگر جد... نیروهای بیرونی خارجی مخل... از افغانستان بیرون شود بر نیروهای امنیتی افغانستان هم کمکشون قد میشه خب گفت قرار است که آیا ما اعتماد ساختیم که برای ما باز اعتماد کنند سر ما و دوباره امی امی اسلحه و تمام تجهیزات نظامی شما با عنوان آگاه سیاسی چی فکر میکنند؟ چه قدر حکومت افغانستان تانسته مو اعتماد جامعه جهانی هل. را کسب بکنه تا بتونن کمک ها داشته باشند؟ مثال 2014 را بیاریم در 2014 وقتی یک تعداد بسیار زیاد حداقل اقل 90 فیصد نیروهای خارجی برامدن به مقدار به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی خود دوباره به پاکستان دادن چه قدر برای افغانستان دادن؟ حالا بیاین ما شما محاسبه کنیم ببینیم از او تیاراتی که با اینا بود تمام حمایت های هوایی به شمول تکنولوژی هوایی به خاطر کنترل فضای افغانستان استفاده میشد چقدر دادن چقدر نو واقعا ظرفیت سازی کردن که بخش ها به پای خود استاد شد چرا شد؟ چرا تجهیزات خود بر افغانستان نداد ببینید در داخل افغانستان متاسفانه در 10 سال گذشته حداقل در 10 سالش جنگ به شیوه و به شدتی بوده که زیاتر به حکومت اجازه نده که روی اهداف استراتژیک سرمایه گذاری بکنه بیشترین عکس عملی بوده کارهایی که حکومت کرده و متاسفانه وقتی میبینیم ما شما بیبیند. وقت خارجی ها بیرون میشه اما داد نقدی که بود تو از بین میره اقتصاد میره فروکش میکنه به طرف میره وقت خارجی ها بیرون میشه تهدیدات بر ولایت ها بیشتر میشه به خاطر که های نظامی کمتر میشه هر کسی هر افغان مسئول میخواد که بالاخره خارجی ها و انسان ها ترک بکنه اما این ترک کردن باید ترک کردن مسئولانه باشه در افغانستان آمدن اگر اهداف خود کشورهایشان برآورده شده اهداف امنیتی و ثبات افغانستان هنوز برآورده نشده اینا باید به شکل تدریجی و به گونه مسئولانه از افغانستان برای افغانستان ترک بکنن تا اینکه که ما باز شاهد ضرب صفر شدن نظام نباشیم شاهد لانه ترتیب لانه ها بر کشورهای همسایه از جمله پاکستان نباشیم و شاهد تطبیق برنامه های بعدی پاکستان به خاطر براندازی نظام نباشیم جناب نعیمی شما فکر میکنین که اگر ایالات متحده آمریکا با طالبا به اکتافق برسن بر سل میشه که تضمین وجود داشته باشه تا این سل پایدار باشه و واقعا افغانستان به گذشته برنگرده؟ درست است. ارتباط روشن کردن صحبت آقای سیدی هم یک مطلب بگویم از این خاطر اگر ما اردوی سابقه را به اردوی فعلی که ما اردوی سابقی که داشتیم از بین رفت و اردوی فعلی که حالا ایجاد شده است و هست ما یک تفاوت ببینیم در اردوی سابقه ما تجهیزات بسیار بلند داشتیم بسیار خوب تجهیزات داشتیم تجزیاتم هم از لحاظ تغیرات هوایی شکاری تغیرات بمبار سلاحهای دافع هوایی بسیار مدرن رادارها هلیکوپترهای ترانسپورتی هلیکوپترهای امبولانسی تغیرات ترانسپورتی و همچنان از نحوه سلاح توپچی سلاحهای ریاکتیو داشتیم تاسکاد و رگان و لونا و مثلا سلاحهای و قرترین جزوتام از او دلگی دلگای, دلگای است از لحاظ تکتیکی. دلگای خودش در دو زمان دارای یک قدرت مانور آتش بود ولی یگانه چیزی که در اردو وجود نداشت پرسونل وجود نداشت با مشکل پرسونل وجود موجود بود و مورال هم در وقت دو وجود داشت ولی حال فعلا درست است از لحاظ تجهیزات باز هم اگر ما تناسب قوت ها را بسنجیم با طالب ها تجهیزات ببینیم با طالب ها که چقدر طالب ها که چقدر تجهیز و اردو اردوان بیشتر تجهیز است نسبت به طالب ها تله حاضر توفق دا چې دا چې دا تجهیزات خو په تر او بشپړ تر باندې مله کین اړ لبوبې موږ د خپلې ځانګړي او دفاعي مو تقریبا درلود 35 لک نفر مو قوتای امنیتی او دفاعی درمه میتونم ولیکن مشکل در ایجه هسته ک چې اگر درست سس مذاکرات ک چې فیلا در دوحه کې د روان دا مو موافق س به خروج قوتای امریکا ولیکن باګ اسکیجول زمني او به شکل مرحله ور مسئولانا. مثلی کده او مسولونه بشکلی مرحله ور و بو یک تزمینی ک بو یک تزمین باید وجود داشته باشه که مبادات گذشته تکرار نشه گذشته وختم تکرار نمیشه ولیکن بعد از هي سال علاقات یا فریکسونهای خبيصه در داخلي اردو آمد که معامله کده ورود اردو تی پاشون کده و اردو, اردو بکبور با بلای پاکستان فروخت آی شکر. کاش که او صورت او, او گپ دیمه ام دفعه باید صورت نگیرم تشکر ادامه بحث پس از خبر روی نگرانی بازگشت و جنگ های داخلی در افغانستان اگر نیروهای خارجی زود از افغانستان بیرون شوند پس از وقفی کوتاه دنبال میشه دوباره خوش آمدید جناب سعید واقعا گفتگوهایی که در قطر جریان داره چقدر طالبا را شما صادق میبینین به پابند بودن به یک افغانستان بلانه های حراس ها مبدل نمیشه؟ خوب در این شکل نیست که فضا قسم آمده که تمامی طرف ها دار سال هسته اما مسئله صداقت در موضوعات سیاسی بزرگ سیاسی ملی این یک موضوعی است که باید قسم تعهد در شکل جملات در روی قرارداد بیاید که بعدا بسته میشه در روی خود تفاهم نامه یا, یا بالاخره قتل نامی بیا باید که بعدا ترتیب میشه و امضا میشه مثلا چند مسئله است شما ببینید دیوید استون وقتی ترشان بحث میکنن روی ازی که چطور ملت ها میتونن از حالت طبیعی برن به طرف دولت سازی یکی از بخش‌های بزرگ از این و اقدام است ادغام است شما وقتی یک گروه بزرگ به نام طالب میارید داخل نظام ادغام می‌کنید. مسئله بعدی که مطرح میشه موضوع از این است که اینا چطور میتونه اقتدار فردی و خودی و بالاخره خودباوری و امو خودسریایی که داشتن اینا چطور میتونن بخش نظام شوه که به نظام صلابت ببخشه یک دوم مقاطعی که با نظام داشتن و مشروعیت نظام از مختلف زیر سوال می بردن این دفکار آمد درست ترمیم شود اگر شما, شما فکر میکنین خب یا میشن من میشن یا این اینا خ... میان قدرت می را در دست میگیرن من, من میخوام اگه شما اجازه اولین قدمی که بر ارتباط ادغام از اینا در دا داخل نظام مطرح میشه به هر شکلی که باشه حال اگر بر ارتباط انتخابات باشه شش ماه بعد و یا اگر بر ارتباط یک حکومت دو ساله باشه اولین قدم ادغام آتش بس هست بعد از اون دوباره داخل شدن از در دا داخل افغانستان است مسئله بعدی خلاص الله ما شما شاهد دیدار نیروهای مختلف بعد از 2002 بودیم نیروهای مقاومت دیدار شدن اینا بعد از این که اینها دوباره سلای خود میگذارن داخل مبارزات سیاسی میشن وقتی اینها داخل مبارزات سیاسی میشن کاندید میتن مایتمکا سیاسی اینها ادغام اجتماعی سیاسی میشن و در بعد نظامی کدرهایی که اینها دارن اگر اقتدار تقسیم میشه اینها میر در, در بخشهای نظامی میرن در بخشهای امنیتی میرن ای هم ادغام است ادغام در اینجا به معنا از این نیست که اینها باید حذف شون ای فرق است بین حذ و ادغام این به معنای از است که صلابت ببخشن به حکومت افغانستان به قانون اساسی افغانستان احترام داشته باشن بالاخره بیاین بخش نظام شون اقتدار سیاسی را خودشان هم کسب بکنن و بالاخره به صفت یک ملت با صلابت افغانستان بتانه به پای خود استاد شوه به غیر از هر پروسه دیگه که باشه بعدن اونمو متاسفانه که مشکلات جنگ های داخلی افغانستان را دوباره تکرار میکنه به غیر از هر پروسه دیگه که باشه چون نایمی شما فکر میکنین بس. که راهی که باید از در پیش گرفته شوه امین رای است که در حال حاضر دارن به خاطر صلح به پیش میبرن یا باید کار دیگه صورت میگرفت در درون افغانستان تا یک صلح واقعی در افغانستان می آمد بهطور فکر میکنم که صلحی که فعلا میگیریان داره پروسی صلح فعلا و پروسس صلح کې در زمان د ډاکټر نجيب جېډوان وښه ډېر متفاوضه وستک در چي تفاوض در یعنی ای پروسس صلح کې هسته د دې اکثر کشور هوک ټولګیش یعنی زیاده خپلسن و خصوصا کشور کې مثلا پاکستان هستک هم د دې پروسس زیاده خپلسن و کشورای منطقه هم زیاده خپلسن و بل اخر خصوصا خود امریکا د دې پروسس زیاده خپلسن هم د و وخت روڅو د خپل دخل نه په دغه پروسه د دولت افغانستان میکرد ولیکن مشکل دا یې جهه ساکه ما ای پروسه را پروسه را درست هسه و لیک ان امروز مردم افغانستان هم طالب ها از جنگ خسته شده هم دولت هم امریکا از جنگ خسته شده و هم ملت از جنگ خسته شده و فعلا فشار های کی بالای پاکستان بر با ارتباط تورز مسکه خصوصا در جنگ کی فعلا در حالت منازعه باهم قرار داره و پاکستان هم میخواهد کی از این می حالت انزوا باید خود به کشه بنوبري احساس مې بتانین کې معسريت عزيز الصلحه بشتر خود باشه نسبته به با اوسلحه ودې جت تزمينات بيسيار يان تزميني بيسيار خبيته انو زه مسويده درسته په سر ماسله ابتدايي توافق كردم ولیکن مسويده اخيري امضا نه شدهسته کېشي بيرون مشه از مسويده کېشي په کوم موضوعات سره ولیکن ما وبوي هم بيقدر وخت حتا ي نه كنيم درسته خصلحه اراديت ميخواه الصلحه قرباني ميخواه الصلحت ينيت برای ارتباط تدبیر می خواهم ولیکن آمد آمدن صلح باید در افغانستان یک چیز امر ضروری هست که باید بیاید ولیکن ما می که این صلح را هم دفعه به خاطر از این هنوز کیت... حکومت افغانستان دخیل نشده در این بحث های صلح فکر میکنین که بتونه کارساز باشه گفتگو تا هنوز خب یا حاضر نشدن طالبا که حکومت افغانستانه به حساب مشروعیت نمیتو حکومت افغانستان ولیکن قراری که ما خبر هستیم آگاهی داریمه طالبا حاضر شده هسته که با تیمی که مثلا از سیاسیون باشه یا رهبرهای تنظیمها باشه یا مردمها باشه که نفوذ زیاد داشته باشه اینا صلاحیت اجرایی ندارن اصلا هم در دولت افغانستان وجود داره شما میگین که دولت افغانستان نمیخواد مشکل دولت در دولت افغانستان در این ما بازگشت بکنیم به با مراحل جنگی مشکل در دولت افغانستان این تیمی که یا انتخاب کرده بودن که با طالبان داخل مذاکرهش آیا این تیم توانمندی مذاکره با طالبارا داشت؟ خب نتاشه ی خود سف دولت اسکالی خود طالباست پیش میخواد که بر ما این رقم تیم را اون که منکدش مذاکره کنیم مشکل دیلی جابودس ضعف در دولت افغانستان بوده شما واقعا فکر میکنین که چقدر حکومت سبب خواهد شد تا وضعیت بره به گذشته و ما شاهد جنگ ها باشیم حکومت فکر نکنم که در فکر ازی باشه که وضعیت بره به طرف مثلا سفر تقرب سفر و مشکلات برای ملت به وجود بیاد چرا حکومت از ملت برگرفته شده و وقت بقای حکومت تضمین میشه بقای ملت تضمین میشه بدون شک حکومت یک از طرف است که باید این ها, ها دخیل باشه <تصفح> چون طرفی که میتونه از طرف ملت افغانستان نمایندگی بکنه خب چند مسئله هست یکی پروسی سال قسم پیش شد که بسیار به عجله و در این در جریان طالب ها بسیار تحویل گرفته شدن و اونها اجندا تعیین کردن برای هر نشست یک دوم استدلالی که نماینده ایالات متحده داره جناب خلیفزاد و این است که ما میخوایم اول پروسه را تسهیل ببخشیم تفاهم ایجاد شد بعد حکومت افغانستان داخل شود مسئله سوم از قرار است که حکومت افغانستان متاسفانه توسط ام، 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 کسایی که بسات جهانی امروز هم و حمایت داره کمتر جدی گرفته شده مسئله چهارم تشنجات داخل حکومتی است موقف حکومت متاسفانه اما هنگ نشان نمیده ضعیف ساخته مشکلات سیاسی در داخل افغانستان هست چهارم ما متاسفانه در ترتیب یک اجماع ملی در داخل افغانستان که در از حکومت افغانستان باشه و در جریان زو تمامی سیاسی قرار داشته باشه متاسفانه تا فیلن ناکام بوده مسئله بعدی است که طرف پاکستان دست بلند دارد در مذاکرات حکومت پاکستان اگر شما خود نواز شریف بیارین اینجا صدر اعظم فیلی پاکستان بیارین رئیس جمهور تعیین بکنین بعد از شش ماه حکومت پاکستان با اختلاف داره در طول ترتیب و تکمیل حکومت پاکستان حکومت به نام پاکستان ملت به نام پاکستان اینا بزرگترین مشکل با حکومت های حاکم در داخل افغانستان داشته بنان وقتی اونا دست بلندتر داشته باشه نظر به سایر بازیگرای منطقه‌ای اگه اجازه بدن باشه میر تکمیل کنم اونا هیچ وقت خوش نیستن که حکومت افغانستان دخیل باشه بنان پنج شش عامل دست به دست هم داده یک بحران به وجود آورده که بحران مانی حکومت افغانستان مانع استدلال از آدرس ملت افغانستان تا فعلا نشده بعض دیدگاه وجود داره ای که ایالات متحده امریکا از افغانستان هرگز بیرون نخواهد شد فکر میکنین پس این حرفایی که داره شکل میگیره از طرف طالبا یا از بعض جریان ها که در مدت سه سال یا پنج سال نیروهای امریکای از افغانستان بیرون خواهد شد حتی طالبا گفتن ممکن در یک سال ما توافق بکنیم با این مسئله این دو حرف متضاد هم هستند چقدری میتونه سبب یک حالت دیگرگونی در خود داخل کشور شود؟ خب و اگر ما بخوایم که ارزش افغانستان را برای ایالات متحده بس بکنیم یا اهداف استراتژیک ایالات متحده را در داخل افغانستان ما باید جو استراتژیک جو افغانستان را بس بکنیم یک بس بسیار دامنه دار است مسئله بعدی مسئله اقتدار ایالات متحده به صفت جاندارم جهانی است مسئله سوم نیازهای فیلی افغانستان است که از پای خود استاد نشته نمیتونه از خود دفاع بکنه مسئله چهارم مسئله رقابت های منطقه‌ای است و فعال شدن روس ها است ناگفته نمونه وقتی در 2014 من میخوام یک کوتاه شده بکنم نیروهای خارجی از افغانستان به گونه آور و یکباره افغانستان را ترک کردند جنگهای نیابتی در داخل افغانستان به اندازه اوج گرفت که تقابل بسیار مستقیم شد بین هند و پاکستان بین ایران و عربستان بین روسیه و خود ایالات متحده و فعلا همینطور فهمیده میشه که اگر خروج ایالات متحده مسئولانه نباشه متاسفانه این جنگ ها اوج میگیره و می جنگ های نیابتی است که بالاخره به با جنگ های داخلی تبدیل میشه و این در گذشته ما این تجربه کردیم جنگ های داخلی هیچ وقت یک شبه شروع نشده همیشه جنگ های نیابتی است اینا اوج میگیره هر کدامش طرفدار خود پیدا میکنه نظام ضعیف میسازن حمایت های بیرونی را قطع میکنن بالاخره از داخل بم انفجار میکنه و جنگهای داخلی میباشه هیچ هیچ کدام ما شما نمیخواییم که قدر ناامید باشیم یا منفیگرا باشیم که بگویم دوباره جنگ داخلی واقع میشه اما ما باید بساس یک تدبیر خوشبینی که که به نظر شما هست و چی هست؟ بزرگترین خوشبینی ای است که نسل نو افغانستان که ما در پنجاه وش تولد شدیم و فعلا چل سال است و نسل ما تنها جنگ تجربه کرده ما دیگه نمیخوایم کسایی نسل بعدی هم مثل ما جنگ تجربه بکنه درس هایی که ما از تاریخ خود در مجموع ملت افغانستان آموختیم مشکلات را که فعلا ما با مواجه هستیم محرومیت را که ما با گوشت و خون و پست و استخوان خود ما احساس کردیم ما دوباره نمیخوایم به او موقع بر بگردیم امروز سوادی که در افغانستان وجود داره در گذشته وجود نداشته درد و درکی که وجود داره در گذشته وجود نداشته و جایگاهی را که افغانستان فعلا به سطح دیپلماتیک پیدا کرده ارزش جهانی را که پیدا کرده دیگه ما ور دیروز نداشتیم دوباره ما نمیخوایم به گذشته بر بگردیم و این انگیزه و شور ملت ها که نمیخواه که کشورشان سخوت بکنه نظامشان سخوت بکنه تا وقتی ما این انگیزه را داشته باشیم در وجود سرباز خودی را داریم در وجود قمندان خودی داریم در وجود تحصیل کرده خود در وجود رسانی خود تا وقت این انگیزه باشه ما سخوت نمیکنیم ما باقی بر نمیگرم جناب نعیمی شما فکر میکنین که کار که در حال حاضر باید از دولت روی دست بگیره به اینکه که بطوره بقای خود را و اون حاکمیت خود را حفظ بکنه دولت که بقا قوه حاکمیت خود در تقویت و تجهیز اردو باید بسیار و تسلیح اردو باید توجه کنم فعلا هم از طرف کشورهای مثلا کشور تعمیل کننده که اردو را تعمیل میکنه امریکا هست. باید در این صدد بسیار کار کنم در این رسم که تا اردو خود ما اردو خود هر چقدر که بیشتر تجهیز کنیم تسلیح کنیم و اکمالات اردو را بکنیم و میتونیم که اردوی ما این توانمندی این ظرفیت فعلا اردو ملی افغانستان داره که از تمامیت ارزی و استقلال ملی و حاکمیت ملی کشور خود دفاع بکنه حالا را که شما فکر میکنید باعث از این میشه تا نتونه اینا همو عملکرد درست داشته باشن چی است عملکرد درست فعلا یک اشتباهات بسیار قوی که فعلا در این صورت گرفت اکثر کادرهای بسیار مجرب اردو را به تفاوت سبب دادن ولی اردو را فعلا وزارت دفاع را ملکی سازی کرده است ولی کن وزیر دفاع سابق باید بسار نخبای نظامی بود ولیکن کن فعلا در رس نیستن ملکی هستن ولی از تکتیک و استراتیجی نظامی و آگاهی نداره اصلا و سایت آگاهی نداره یکی از شالش های هستن که فعلا به نام جوان سازی که در داخل اردو صورت گرفته اینمی یکی از ضعف هست که تا اگر بالای از اینمی یا پس تمرکز کنه و ایراد دوباره اسلوب بسازه اردو توانمندی جنگ داره بود توانمندی داره کاملا چقدر شما خوشبین به ای از این است که ما به گذاشته بر نمیگردیم ما از طریق از طوری که نمی روند پروسس الحرب می نگرم می بینمیشم ولی که در این نمی هست که این پروسه بسیار دقیق و حسابی پیش میره عجولانه پشت ما در افغانستان داخل نیست. حکومت افغانستان بعد از انتخابات داخل شوا ولی فعلا جانب قضیه کی هست امریکا هست جانب قضیه بعد اول با اون مشکل حل بسازه و بعد از دولت افغانستان داخل میشه و بعد از سر موضوع مسائل داخلی شاید صحبت شود تشکر جناب سید به عنوان پرسش آخر شما فکر میکنین راه بیرون رفت از بحران که اگر ممکن پس از خروج نیروهای امریکایی یا خارجی از افغانستان رخ بده چه بزرگترین رای خروجی است که در داخل افغانستان اجماع سیاسی صورت بگیره همیشه ملت افغانستان در خط مقدم به خاطر قربانی یازر بوده اما متاسفانه سیاسیون نتونسته ثمر زحمات و قربانی های مردم افغانستان را به کرسی بشانه و تحقق ببخشه بنان چیزی که بسیار مهم است است که رده سیاسی اینا باید بسیار جدی مسئله ارزیابی بکنند اجندای مشترک روی میز داشته باشند و حداقل اگر به خاطر بقای افغانستان نیست به خاطر بقای خودشان هم که شده هم صدایی داشته باشند موضوع دومی هست که ما بسیار امیسانی سیاسی را و تیوری پردازی را و بالاخره ترتیب اجندای سیاسی را در قسمت حضور و ظهور نسل نو بسیار خالی می بینیم نسلی که امروز دیپلماسی بلد است نسل که مثل نسل سابق بود یکی دیگه خدا به نام کمون فلانی و فلانی نمیزنه و مخالفت نمیکنه نسلی که پذیری داره زیاد تبعیض نداره مثلا ای 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 ای, صحنه که خالی است به خاطر بقای سیاسی آینده افغانستان حکومت و تمامی بازیگران باید روی نسل نو در ابعاد سیاسی سرمایه گذاری بکنند اعتماد ساخته شود تا ای که ما بتونیم که در وضعیتی که گذار صورت میگیره در داخل افغانستان بزرگترین بستر گذار گذار نسلی است گذار اقتصادی گذار سیاسی گذار نظامی این شاخه های گذار است تا گذار نسلی صورت نگیره این واقع نمیشه من یک اشاره بسیار اندک با احترام خیلی بگویم. بیشتر گفتن که جوانسازی اردو ما در داخل نظام خود میبینیم که متاسفانه بزرگای نسل سابقی که با دیگر جور نمیانه که نفیه نفی میکنن به نام چپ و راست مسائل مختلف تنها رای حل حضور و زور نسل نو در نظام و در رواد مختلف نظام خیلی زیاد تشکر از هر که دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزار از شما